علی مصلح منتقد سینما همراه ما هستن. آقای مصلح، پیش بینی شما چیه؟ اوپنهایمر کدوم یک از جوایز رو از آن خودش میکنه؟ باربی تو چه عناوینی میدرخشه؟ این که جوایز گولدن گلوب یه شکل خاصی داره، تقسیم میشه در رشته های فیلم و بازیگری به دو بخش درام و کمدی موزیکال. باربی و اوپنهایمر هر دو شانس این رو دارن که جایزه ببرن، به خصوص باربی در بخش کمدی و موزیکال. فکر میکنم که تقریبا قطعیه که جوایز بهترین فیلم و احتمالا یکی دو جایزه بازیگری رو ببره. اوپنهایمر با رقیب سرسختی مثل قاتلین ماه کامل مواجهه که در جوایز حلقه های منتقدان خیلی تحسین شده، ولی اون هم در رشته های بازیگری درام به خصوص برای سیلیان مورفی احتمالاً میتونه بخت اول باشه. البته فیلم بیچاره ها پورسینگز هم به عنوان کمدی موزیکال رقیب باربیه، ولی چون باربی پارسال گیشه سینمای جهان رو نجات داد و تعداد زیادی نامزدی به دست آورده، کارگردانش زنه، فیلم یک به هر حال حالت زنانه داره و سعی کرده کلیشه زدایی بکنه از یک در واقع پدیده خیلی عامه پسند، میشه حد زد باربی در اون رشته های فیلم کمدی در واقع کمدی و موزیکال خیلی شانس داره، ولی این ور در درام احتمالا اوپنهایمر و قاتلین ماه کامل با هم رقابت سختی خواهند داشت. در مورد سریال ها چطور؟ همونطور که گفتید سریال هایی که اسم بردید اون هم در بخش درام هستن، یعنی وراثت که بیشترین نامزدی رو به دست آورده در واقع با تاج و تخت و آخرین بازمانده ما رقابت میکنه، ولی میشه حد زد با توجه به اینکه وراثت فصل آخرش بود و بسیار سریال پر سر و صدایی شد، خیلی پرطرفدار بود، احتمالاً جوایز رو میبره. در بخش سریال های بلند در واقع کمدی و موزیکال هم مثلا تد لاسو رقابت میکنه با فصل آخر سریال بری، میشه حد زد که در واقع ساکسشن بیشتر مورد توجه قرار بگیره چون سریال های درام بیشتر توجه برمی انگیزن. و به طور کلی گولدن گلوب امسال بعد از اون بحران هایی که از سال 2021 داشت به نظر میرسه با روی خوشنشون دادن به پدیده های عامه پسندتر اکران و در واقع دنیای تلویزیون سعی کرده خودش رو احیا بکنه و حدس میزنم که جوایز به همین پدیده ها بیشترین جوایز به همین پدیده ها یعنی باربی و ساکسشن در بخش‌های سینما و تلویزیون داده میشه که وارد یک دوران جدیدی از حیات خودش بشه این گولدن گلوب. چند ساعتی بیشتر باقی نمونده تا ببینیم چه خواهد شد. سپاس از شما علی مصلح، منتقد سینما.